سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای دکتر محمود انوشه، نویسنده، محقق و مدرس دانشگاه، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. تشکر میکنم. ارادتمندم. من مقدمتا عرض سلام کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم در خدمت شما. امیدوارم. در خدمت شما. آقای دکتر، شما تو چه حوزه‌ای تحقیق میکنین؟ علاقه من به چه حوزه‌ای برای تحقیقاتتون هستید؟ خدمتون که عرض کنم، من اگر اجازه بدید مقدمتا یه نکته رو در رابطه با عنوان کتاب باز عرض کنم. بله، چقدر عالی. یکی این که خب این عنوان برای من هم تازه بود هم جالب بود. بعد به ذهنم رسید که اگر ما به جای عنوان کتاب باز، اگر از عنوان کتاب باز استفاده می کردیم چطور بود؟ یعنی چون کتاب باز به معنای مطالعه است، ولی در کتاب باز یک کسی که کلکسیون کتاب داره، مثل کلکسیون مثلا تمر پستی، خیلی افراد داریم که کلکسیونر هستن، ولی کتاب باز صرفاً به معنای اشتیاق و تمایل برای مطالعه است. لذا گفتم که اگر اون شکلی هم تلفظ میشد، آره باز شاید بد نبود. آره پس من حالا الان اینجوری معرفی میکنم که آقای دکتر محمود انوشه، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه، به برنامه کتاب باز خوش اومدید. در خدمت شما هستم. ارادتمند. بزرگوارید. خدمتتون عرض کنم، من یه شعری رو بخونم از اقبال لاهوری که همیشه برام جالب بوده. ایشون فرموده که چون شود اندیشه قومی خراب، ناصره گردد به دستش سیم ناب، میردن در سینه اش قلب سلیم، در نگاه او کج آید مستقیم. پس نخستین بایدش تطهیر فکر، بعد از آن آسان شود تعمیر فکر. من معتقدم اگر جامعه برسه به تطهیر فکر، برسه به نقطه امید، شادی، شعف، اون موقع است که در مسیر تعالی قرار گیره. تطهیر فکر یعنی چی؟ تطهیر فکر یعنی اینکه جامعه بیاموزد و بیاموزاند که از همه بدی ها، همه پلیدی ها دور بمونه، از ناراستی ها، نادرستی ها، از عدم صداقت ها پرهیز کنه. اخلاق، اخلاق، اخلاق یعنی تطهیر فکر. و من معتقدم که اگر همه منابع ما به سمت تطهیر فکر و به سمت اخلاق حرکت میکرد، ما وضعیتی بسیار متفاوت با آنچه که امروز هست. آخه این حرف شما که خیلی حرف درسته، فقط یه مشکل برای من الان وجود داره. توی شعر اقبال لاهوری گفته بود سره رو از ناسره تشخیص بدیم، یا شما الان به درستی اشاره میکنین به اخلاق، ولی چجوری میشه فهمید چی اخلاقیه چی غیر اخلاقی، چی سره است چی ناسره؟ این خیلی مشکله. اصلا بحثی که شما برای این برنامه خوبتون دارید بر همین مبناست. یعنی وقتی که ما میگیم کتاب باز یا کتاب باز، یعنی استادی. اون ریدینگ رو دیگه نمیگیم، قرائت رو نمیگیم. ببینید، ما یک مطالعه و مطالعت داریم، یک قرائت داریم، یه ریدینگ داریم، یه استادی داریم. مطالعه یا مطالعت که از طلع میاد و هم خانواده طلیعه، طلوع، مطلع، یعنی یک نوع شاینینگ، یک نوع درخشش، یک نوع روشنایی، یک نوع در حقیقت پدیدار شدن هویت. جامعه به این شکل تطهیر میشه که آحاد جامعه به سمت این شاینینگ، به سمت این درخشش، به سمت این تلیعه حرکت کنن و مطالعه کنن، یعنی در فضای این تلیعت قرار بگیرن، نه صرفا در قالب کتاب،
نه صرفاً در قالب فیلم، در هر زمینه انسان مدام در حال یادگیریه. ما معتقدیم که ذات انسان در تربیت لزوماً نه آن چیزیست که هست و نه آن چیزیست که باید بشود، بلکه آن چیزیست که میتواند بشود. والدین، اصلا اینطور خدمتون عرض کنم، فرزندان ما آنگونه که ما میخواهیم نمیشوند، آنگونه که تأثیر میپذیرند میشوند. حالا این تأثیر رو کجا بگیره؟ در خانه بگیره؟ تو کوچه بگیره؟ تو مدرسه بگیره؟ با رفقا بگیره؟ کجا بگیره؟ چه زمان بگیره؟ به همین جهتی که من معتقدم اساس مطالعه، در حقیقت اساس پذیرش تأثیر این مطالعه، یه بخشش کتابه، یک بخشش نگاه پدر به فرزنده، یک بخشش لبخند مادر به فرزنده. اینا همش مطالعه است، اینا همش شاینینگه، اینا همش درخششه، اینا همش تأثیره. این همه ما از اخلاق و متانت و ادب و اینها صحبت میکنیم به خاطر ایجاد همین درخشش در قلب یک انسان که بتونه بپذیر خوبی ها رو. الان حرف شما کاملا درست بود، ولی چطور در میتونه بفهمه سره از ناسره رو چجوری میشه تشخیص داد؟ درود بر شما. ببینید، انسان زمانی که جناب صحت به دنیا میاد نادان به دنیا میاد، اما با آموزش های اشتباه تبدیل به احمق می شود. یعنی انسانی که نادان به دنیا آمده، اگر در معرض آموزش اشتباه قرار بگیره میشه احمق. یعنی مضاف بر نادانی حماقت هم دریافت کرده. خیلی مهمه که ما فردی رو که میخواییم به سمت تشخیص سره از ناسره هدایت کنیم، این در معبر چه نوع مطالعاتی قرار بگیره، در معبر چه نوع دریافتی قرار بگیره. چه نوع دریافتایی میتونه مثبت باشه؟ بله، الان عرض میکنم. اینا شرایطی داره. ببینید، من معتقدم که هر انسانی، بنده و آقای صحت رو در نظر میگیریم، بنده نه از سروش بالاترم، نه از سروش پایینترم، نه با سروش برابرم. یعنی من نه از شما بالاترم، نه پایینترم، نه برابرم. خب اگه نه بالاترم، نه پایینترم، نه برابرم، پس چیم؟ یونیکم، منحصر به فردم. سروش صحت منحصر به فرد، آقای سید محمود انوشه منحصر به فرد، این آقای فیلمبردار منحصر به فرد. هر انسانی به ذات سروش عزیزم منحصر به فرده. بنابراین فقط در سایز خودش و حد خودش و قالب خودش و فرمت خودش میتواند یاد بگیرد، نه بیشتر نه کمتر. اگر من بیش از شما، ببینید، من موقعی که میخوام برم لباسی رو برای خودم یا برای فرزندم بخرم، به مغازه‌دار میگم که یه پیرهن برای ایشون بیار، میاره، میبینیم خب مثلا سایز فرزند من 9، ایشون یه سایز شماره 6 میاره، میگم آقا تنگه. میری یه 12 میاره، میگم آقا گشاده. تا یه 9 پیدا میشه میره تنش. روح و روان یه سایز داره. بنده باید بدونم الان در این سن، در این شرایط چه کتابی را بخونم که با سایز و ظرفم و قابلیتم جور در بیاد، تا بتوانم در این سایز سره رو از ناسره تشخیص بدم. اینا همه نیاز به راهنمایی داره. یعنی بسیاری از انحرافاتی که بشر داشته، نه به خاطر این بوده که میل به مطالعه نداشته، به خاطر این بوده که در معبر و در معرض در حقیقت یک گمراهی قرار گرفته به سمت معنایی که دنبال میکرده، اصل رو با بدلش اشتباه گرفته، چون راهنمایی وجود نداشته.
بزرگترین مشکل و چالشی که الان ما در ایران داریم برای رسیدن به نقطه ای از شعور و معرفت که بتوان سره رو از ناسره تشخیص داد، راهنماهایی است که منطبق با سایز و سن و ظرف افراد بگوید تو چه چیزی را بخوانی، تو در این سن چه منابعی رو مطالعه کنی تا بتونه گام به گام خودش رو برسونه به نقطه معرفت. آقای دکتر، مثبت اندیشی چیه؟ مثبت اندیشی رو اگر بخوام در یک کلام خدمتون عرض کنم، مثبت اندیشی به معنای این که جهان رو گل و بلبل ببینیم نیست. این که ما بخوایم بپذیریم که جهان هیچ مشکلی درش نیست نیست. مثبت اندیشی به این معناست که برای هر مشکلی قطعاً در این جهان خداوند یک راه حلی وجود داره و من می توانم آن راه حل را پیدا کنم. سروش عزیزم، اگر به من بگن آقای انوشه بزرگترین رمز موفقیت زندگی تو چه بوده، یک کلمه میگم، میگم پذیرش. acceptance، acceptation، reception، پذیرش. اولین قدم من در رابطه با هر حادثه ای که خارج از دایره اراده و اختیار من برای من اتفاق افتاده بپذیرم، چون دیگه اتفاق افتاده. خب بعد که پذیرفتم چه کنم؟ بعد که پذیرفتم این حادثه به دو قسمت، یا قابل حل یا قابل تحمل. اگر قابل حل باشه حلش میکنم، اگر قابل تحمل باشه تحملش میکنم. اگه هیچ کدوم نبود چی؟ امکان نداره. خداوند عالم، این باور منه و باور همه کسانی است که بر این نگاه هستن، امکان نداره خداوند عالم در آن واحد حادثه ای را بیافریند که تو امان هم غیر قابل حل باشه هم غیر قابل تحمل. امکان نداره. شما نگاه کنید به شاهنامه فردوسی، دو کلمه بسیار زیبا در این کتاب وجود داره، یکیش کردگاره، یکیش پروردگاره. کردگار به معنای یک باری یا خالق، حالا باری یعنی از عدم به وجود آورنده، خالق یعنی از صورتی به صورتی دیگر. ما میگیم خداوند عالم کردگاره چون به وجود آورده ما رو، اما دیگه نذاشته بره، یعنی به دنیا بیاره، به حال خود رهامون نکرده. تشریف داشته باش، آره، راه نکرده. پروردگاره. وقتی که خدای من در کتاب آسمانیش به من میگه نحن اقرب الیک من حبل الورید، نحن اقرب الیک من حبل الورید، ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم، دائما در حال پرورش دادن تو هستیم. این باور منه که این حادثه ای که آفریده شده برای پرورش من آفریده شده، برای اینکه من پرورده بشم. حالا مثلا این کرونا هم برای پرورش ما بود به نظر؟ قطعاً. اصلا من سروش عزیزم کرونا را پیش از آنکه یک ویروس بشناسم معتقدم که یک معرفت بوده، یک حکمت بدیم. بوده یک حقیقتی بوده که قرار شد به جهان امروز انتقال داده بشه، که آقایونی که در فضای نمیدونم دنبال دفاع از محیط زیست هستید، نه با قحطی، نه با خشکسالی، نه با سیل، نه با بالا آمدن آب اقیانوس‌ها، نه با طوفان‌های اقیانوسی، با هیچ کدوم از اینها به بشر حالی نمی‌کنم که حواست به زندگی و به کره‌ای باشه که من برات آفریدم. ویروس کرونا رو براتون می‌فرستم. نمی‌بینیدش، اما وجود داره. مشاهده نمی‌کنید، ولی وجود داره. تا یاد بگیرید همدلی رو، همدردی رو، همحسی رو، همفکری رو، تا یاد بگیرید که طبقه بالا، طبقه پایین نگرانی هاشون میتونه از یه جنس باشه، در یه دوره‌ای مردم هر دو طبقه یک نگرانی مشترک داشتن، چه اونی که فقیر فقیر بود، چه اونی که بالای بالاست. کاری میکنم که همدیگر رو بفهمید بشر.
فکر میکنین این درس رو بشر میگیره؟ دقیقا همون نکته‌ای که اوائل فرمایشتون اشاره کردید، بستگی به این داره چه کسی در مدار اون شعور سر از ناسره باشه. یعنی اگر فرد به اون درجه از شعورمندی رسیده باشه، اون ریسپتور و ریسیورش میگیره. خیلی متشکرم، خیلی صحبتاتون دلنشین و آموزنده بود. یه استراحت کوچیک بکنیم و بقیه رو در خدمت شما بذاریم. خیلی خیلی متشکرم. سلام، در ادامه بسته‌های پیشنهادی این شب‌های کتاب باز، امشب با فیلم سکوت بره‌ها شروع می‌کنیم. شخصیت‌های فیلم سینمایی سکوت بره‌ها محصول سال 1991 به کارگردانی جاناتان دمی هرگز شما را رها نمی‌کنند. فیلم بر اساس رمانی به همین نام اثر توماس هریس ساخته شده. داستان افسر FBI جوانی به نام کلاریس استارلینگ با بازی جودی فاستر است که برای تعقیب قاتلی زنجیره‌ای انتخاب می شود. کلاریس برای پیدا کردن ردی از قاتل با هانیبال لکتر که خود یک روانشناس و البته قاتلی زنجیره‌ای است ملاقات می کند و در چندین جلسه با او به گفتگو می نشیند. این گفتگوها و تعامل کلاریس با هانیبال که آنتونی هاپکینز استادانه نقشش را ایفا می کند، بیننده را به نگاهی تازه و بکر از حالات درونی شخصیت‌ها به ویژه کلاریس می‌رساند. در میان این کندوکاوها در سر تا سر فیلم، درست زمانهایی که فکر می‌کنیم به کشف آنچه به دنبالش بودیم نزدیک شدیم، با یک غافلگیری تازه در داستان مواجه می‌شویم. غافلگیری که در ثانیه‌های پایانی فیلم هم با همراهی موسیقی جادویی به تصویر کشیده می‌شود. سکوت بره‌ها با تمامی قاتلان روانپریش، افسران حرفه‌ای و فضاهای رعب‌آورش روایتی است باورپذیر و جذاب که سالهاست در فهرست فیلم‌های محبوب فیلمبازها جا خوش کرده. و اما پیشنهاد دوم امشب، مستند کویانیس کاتسی یا زندگی بدون توازن، کارگردان گاتفری رجیو، 46 دقیقه و 25 ثانیه. این مدت زمانی است که اگر به تماشای مستند زندگی بدون توازن بنشینید، پلک بر هم نخواهید زد. اگرچه گاتفری رجیو، کارگردان این مستند، در فیلمش یک کلمه هم حرف نزده است، اما این فیلم در واقع بیانیه ای است درباره انسان امروز و رابطه او با طبیعت. نام این فیلم از فرهنگ سرخپوستان هوپی گرفته شده است، قبیله‌ای که در عقایدشان احترام به طبیعت و جانوران اهمیت بالایی دارد. آنها معتقدند هیچ انسانی حق آلوده کردن طبیعت و یا از بین بردن حیات را ندارد. رجیو در این بیانیه شاعرانه بیننده را گاهی با تصاویری سریع و گاهی آرام که نابودی تدریجی زمین و طبیعت را نشان می‌دهد، غرق شگفتی می‌کند و ناگهان گمگشتگی انسان معاصر را با نشان دادن مردی تنها در میان جمعیت عظیم عیان می‌کند. ترکیب این نماهای خارق‌العاده با موسیقی مینیمال فیلیپ گلاس، زندگی بدون توازن را به یک تجربه تماشایی بدل کرده است. و اما پیشنهاد موسیقی امشب، خواب‌های ترومن، فیلیپ گلاس. برای اینکه بیشتر با فیلیپ گلاس و سبک مینیمال در موسیقی آشنا شوید، قطعه خوابهای ترومن او که فقط با یک پیانو نواخته شده است را بشنوید. تا بسته پیشنهادی دیگه، خدا نگهدار. آیا تو شما مطالعه را از چه سنی شروع کردید؟ سوال خیلی خوبی کردید. من مقدمتا این را عرض کنم، من اصالتا از بچه های خوزستان هستم و در شهرهایی مثل امیدیه، مثل آبادان، ماهشهر، اهواز، اون مناطقی که ما بودیم منطقه در حقیقت شرکتی بود، شرکت نفت بود و حقیقتاً به جرأت میتونم بگم که یک تفاوت بسیار بارزی شاید با نقاط دیگر ایران داشت به دلیل استقرار نیروهای انگلیسی، آلمانی، کشورهای مختلف، حتی آمریکایی. یه جور کنجکاوی در ما بود از همان دوره کودکی و این بود که شاید اولین رویکرد ما، خود من از 7-8 سالگی، من اگر به شما بگم که در 9 سالگی 2 جلد کتاب بینوایان ترجمه حسن شهباز رو خواندم
و آنقدر من برای ژان والژان گریه می کردم در تنهایی که امروز برای خودم عجیبه این چه حسی بود، چه حالی بود. فقط میدونم که دیگه به سمت چهارم پنجم دبستان کتابای پرویز قاضی سعید و مایک هامر و ری اعتمادی و اینها رو شروع کردم، اومدم به سمت کتاب خاک پرلسپاک و هاریت بیچراستو، مارگارت میشل برباد رفته و کلبی اموتوم و دیگه در دوری بالاتر قبل از دانشگاه رو عرض میکنم، دیگه اومدم به سمت کتابای کامو، کافکا و الکساندر پوشکین و خدمت شما که عرض کنم. من از سوم چهارم دبستان با هنری هاتاوی و با سام پیکینپا و با جان فورد و جان هیوستون و با فرانسوا فورد کاپولا و اینا اصلا آشنا بودم، یعنی اصلا زندگی اینا رو میدونستم، آرتور پن رو میشناختم، ویلیام وایلر، بنهور رو مثلا. تا این روی کرد از نگاه کارگردان ها به سمت اون فیلمنامه نویسا حرکت کرد که اینا کیا هستن، چه شخصیتی دارن، و بعد به سمت آهنگسازها، این ادغام شد با سبک کتابخانی من که دیگه نهایتاً اومدم به سمت کتاب‌های متعالی‌تر و یه رویکردی داشتم به سمت ادیان و آیین‌های مختلف در جهان. مثلا چندین بار اناجیل مختلف و به انجیل برنابا رو مطالعه کردم، تورات رو، تلموز رو، تا اینکه و خیلی خوب واقعا در یک در حقیقت بحران، آشفتگی، سرگردانی بودم که خواستم اینو خدمت ترس کنم، تا اینکه یک بار در محله الحمراء بیروت داشتم رد می شدم از جلو مغازه یک ارمنی بود و خب کتابی فرانسوی داشت و انگلیسی داشت و عربی داشت و یه جمله نستعلیق روی تخت چوبی به فارسی به نستعلیق نوشته شده بود که چشمم به این جمله خورد. یعنی 1% من احتمال نمیدادم که توی این مغازه با کتابای فرانسوی و عربی و انگلیسی یک کتاب فارسی هم باش، ولی دیدم یه جمله فارسی نستعلیق روی، رفتم جلو و دیدم آره نوشته که جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، حالت که عوض بشه دنیا عوض میشه. باور کن سروش جان، آنقدر این جمله منو تکان داد که من کنار همون مغازه گریه کردم و این پیرمرد ارمنی اومد منو برد تو مغازه چای و نسکافه و گفت چی شده بابام، چه تو به ما زل زدی گریم؟ گفتم من اینجا به دنیا اومدم. گفت همینجا تو این مغازه؟ گفتم نه، من الان به دنیا اومدم. من با یه روی کردی دیگه به سمت عرفان میل پیدا کردم، از دریچه عرفان به سمت قرآن، و شاید این بار عمیق‌تر و برای اولین بار من 11 بار قرآن رو مطالعه کردم. 11 بار. بله. ولی دیگه با نگاه خودم، با سایز خودم. چون عمیقا معتقدم که قرآن اتاق بینایی سنجیه. یعنی شما در اتاق بینایی سنجی موقعی که میری که عینک بگیری، یه لنز میذارن، بعد شما میگی که هنوز یه کم تاره، یکی دیگه میذارن میگن خوبه، میگه آره این خوبه اما این هنوز تاره، دوباره میذارن بعد یه مرتبه میگی عالی، الان عالی. قرآن این شکلیه. قرآن رو باید با ظرفت، سایزت، حالت، حست بخوانی تا اون شفاف بودن رو، اون شفافیت رو درک کنی. خواستم اگر اجازه بدید من یه توضیح تو این زمینه بدم خدمتون. ببینید، من معتقدم کار انسان اندیشمند شبیه کار زنبور عسله. همونطور که زنبور عسل گرده گل رو جمع میکنه و اونو در بطن خودش
تبدیل میکنه به شهد و به عسل، کار انسان اندیشمند جمع‌آوری علوم است و تبدیل این علوم در متن اندیشه خودش به معرفت. اگر علمی نتواند تبدیل به معرفت بشود، علم به ما هو نفس علم یعنی کشک. کدام علمی که تبدیل به معرفت میشه؟ پایه های علم 4 تا هستن. دیتا، داده های خام. آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ نه. انفورمیشن، اطلاعات پایه. آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ نه. ساینس، علم تخصصی. آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ نه. کدام علمی که تبدیل میشه به معرفت؟ اون نالج، اون دانش افق نگره، دانش هستی محوره، دانش انسانگیراست. ابن یمین خیلی زیبا میگه، میگه آن کس که بداند و بداند که بداند. این بداند دوم یه فهم معرفتی از دانستن اوله. یعنی آن کس که بداند و بفهمد که بداند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، مثل خیلی از همین فارغ التحصیلای دانشگاهی ما. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نما که بیش از این خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند، ای دیگه هرچه خاک عالم تو سرش. ما داریم تو این جامعه از این افرادها. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. ما دو جور جهل داریم. یه جهل بسیطه که فرد میدونه که نمیدونه، و یه جهل مرکبه، نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. این فکر میکنه همه چیزو میدونه. یکی از گرفتاری های ما تو این جامعه همینه، همین گروه آخر. خواستم اینو خدمتون عرض کنم که من معتقدم در مدیریت زمان، هر زمانی سه بعد داره. یه طول داره، یه عرض داره، یه عمق. طول زمان کجاست؟ مقدار عمریه که بنده یا آقای صحت داره. مثلا جناب علی ممکنه 110 سال عمر کنی، بنده ممکنه مثلا 60 سال عمر. ان شاء الله که شما 120 سال. اینو میگن طول زمان. عرض زمان میزان مهارت فرد است در واحد زمان. مثلا بنده در یک ساعت 10 نفر رو درس میدم، آقای صحت در یک ساعت 100 نفر رو درس میده. این میشه، این مهارت فرد در واحد زمان میشه عرض زمان. اما عرض بنده نه بحث طول نه بحث عرضه، بحثم رو عمق زمانه. ببینید عمق زمان ما به چی میگیم؟ به میزان اثر بخشی فرد در تاریخ. کوروش کبیر الان 2500 سالی که اثر گذاشت. عمقش، عمق اثر کوروش، عمق اثر مولانا 800 ساله، عمق اثر پیامبر من تا الالعبد زمانه. به قول قرآن و رفعنا لک ذکرک، تا الالعبد زمان اثر تو در زمین و زمان وجود داره. اینو میگن عمق زمان، یعنی میزان اثر بخشی شما در تاریخ. خواستم اینو خدمتون عرض کنم، یه سری از کتاب ها چه در خدمت چه در خیانت، متاسفانه یا خوشبختانه، عمق بالایی به جا گذاشتن. ما کتاب هایی داریم که از 1000-2000 سال پیش مانده، اثر بخشیش در اخلاق، در تهذیب، در تزکیه هنوز که هنوز پاورجاست. کتاب هایی هم داریم که
واقعا کتاب‌های گمراه کننده این و اثرشون رو گذاشتن. به قول حضرت مولانا، می رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. این کتاب ها نسل به نسل داره با این واژه اثر خدمت یا اثر خیانت خودشو میذاره. طرف کتاب نوشته و من در 11-12 سالگی خواندم، باور بفرمایید تا 1.5 الی 2 سال در غم و اندوه و سیاهی و احساس نکبت بودم. بعد طرف فکر کرده خیانت کرده، این اثر رو به جا گذاشته برای مردم. آنچرا گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. طرف فکر کرده داره خوشخدمتی میکنه، داره خدمت میکنه به جامعه با این کتاب سیاهی که ارائه داده. میخوام عرض بکنم که کتاب ها شبیه ساندویچ هست. گاهی اوقات ما یه ساندویچی میخوریم که یه دونه یه سوسیسی به این باریکی توشه، دو تا نون اینقدی و یه مش سبزی. در حقیقت همه قیمت این ساندویچ او یه دونه سوسیس باریکیه که توش بخواد. کتاب ها همین شکل سروچن. من کتاب خواندم مثلا 800 صفحه بوده، اون مقدار مواد مغذیش دو برگ بیشتر نبوده، دو برگ. یعنی احساس کردم که اصلا این نویسنده رو با تنبیه کرد، باید کتکش زد. بابا اون دو صفحه مطلب رو تو قالب حالا 10 صفحه می نوشتی ارائه می دادی، چرا اینقدر حجم پردازی کردی؟ ببینید اینا ضعفه و من معتقدم که نویسنده را باید با باورهایش شناخت، نه بر اساس تعداد کتابهایش. یعنی من معتقدم باور یک نویسنده فلش اون رو به من میشناسونه که متو بشر، چه بنده چه آقای سروش، به طور طبیعی و در ناخودآگاه ذهن و ضمیرمون ما اصلا کتاب رو باور داریم. اگر توی این کتاب نوشته شده باشه که در کهکشان، در کیهان، در آسمان 460 میلیارد و 325 میلیون و 276 هزار و 121 ستاره وجود داره، چون کتاب نوشته میریم به سمت باورش. اما اگر روی نیمکت نوشته باشه رنگی نشوید، حتما یه دستی میزنیم ببینیم خوش شده یا نه. کتاب یکی از اثراتش انتقال باوره و خیلی باید احتیاط کنیم. واقعا مسئولیت در هدایت افراد به سمت کتابخانی مسئولیت بالایی است. خیلی متشکرم، چقدر صحبتاتون دلنشینه، ولی وقتمون تموم شده است. من خواهش میکنم اگه ممکنه سری کتابایی هم که لطف کردین آوردین و معرفی بفرمایید و بعد یواش یواش برنامه رو جمع شد. من فقط یه نکته رو به شما عرض بکنم و او این که خب من چند جلد کتاب نوشتم. یکی از کتابایی که من نوشتم، در حقیقت فرمودی از چه زمانی مطالعه رو شروع کردی، یکی از عادتهای من در 8-9 سالگی جمع‌آوری جملات افراد بود. مثلا اگر که آقای سروش میومد، آقای صحت میومد خونه ما برای مهمانی، یه جمله میگفت احساس میکردم جالبه، اینو روی پاکتی کاغذی، پاکتی میوهی، چیزی مینوشتم. اینقدر من این نوشته ها رو جمع کرده بودم که گاهی اوقات جای اسباب کشی می کردیم، پدرم یا مادرم می گفت که اول این 7-8 کارتون این بچه رو یه کاریش بکنید، یه جایی براش پیدا بکنید. در سنین بالاتر من حتی از گداها، فقیرها، از آدمایی که تو خیابان می دیدم، حتی عزیزان این کسانی که در رفتگرهایی که کار خیابان رو انجام میدن، نظافت خیابان رو، جمله‌ای میگفتن یادداشت میکردم. اینا رو جمع‌آوری کردم تا مراحل بالای دانشگاه که در عنوان کتاب چی 2 جلد دادم. میشه لطفاً به دوربین مام نشون بدین؟ بله. بعد یکی از خاطرات جالبی که خواستم خدمتتون عرض کنم، کتاب چی که آره.
اثر خود جناب دکتر بله. بله خودشون نوشتن آقای دکتر محمود انوشه. بله من زمانی که در حقیقت این کتاب رو ارشاد تایید کرد رفتم شماره شابک رو بگیرم، اون عزیز بزرگواری که اونجا بود و اون شماره شابک رو به ما داد و اینها، به من گفت که آقای دکتر اسم کتابت، اسم کتاب تو چی میخوای بذاری؟ گفتم آره. گفت اسم کتابت؟ گفتم چی؟ گفت خب اسم کتابتون. گفتم چی؟ گفت یعنی اسم نداره؟ گفتم چرا؟ گفت چیه؟ گفتم آره. گفت یعنی چی؟ گفتم آره. بعد این نگاه کرد به من که من چم شده. گفت که عرض میکنم اسم کتابت. گفتم چی؟ بعد تازه متوجه شد که اسم کتاب چرا اسم کتاب چی هست؟ به خاطر این که از هر مطلبی، هر زاویه‌ای، هر نگاهی، آنچه که برای من جالب بوده، چه در مسائل تاریخی، چه در مسائل جامعه شناسی، چه در شعر، چه در عرفان، چه در اخلاق، برای من جالب بود جمع‌آوری کردم. آره جمله ای رو از آقای سروش از چند جلد آقای دکتر؟ دو جلد. دو جلد. بسیار تقدیم شما میکنیم. به به چقدر هدیه ارزشمندی. خیلی سپاس. و اون سی دی چیه آقای دکتر؟ این سی دی مجموعه از اشعار خود منه تحت عنوان بهشت با سند منگوله دار. بله که اینا هم آوردم تقدیم میکنم. البته من معتقدم شاعر به کسی میگن که از عالم معنا وارد عالم واژه میشه، نه مثل بعضی از شعرهای امروز که میخوان از عالم واژه به عالم معنا برن، با پس و پیش کردن واژه ها میخوان یه معنایی رو توش در بیارن. شاعر یعنی مولانا، شاعر یعنی حافظ، شاعر یعنی سعدی، یعنی خیام، شاعر یعنی رودکی، شاعر یعنی فردوسی. ببینید اینا از عالم معنا به عالم واژه اومدن. متأید 60-70 شعر هست که بسیار عالی و ارزشمند. واقعا استفاده کردیم. خیلی خیلی ممنون. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان که همین شعرهایی که اتفاقا فرمودینم سردیسشون هست. خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از کتاب باز قبول کنیم. بدون شک، بدون شک من مولانا رو انتخاب میکنم. بدون شک. بفهمید. خواهش میکنم. بفرمایید. فرمودین که حضرت مولانا، درسته؟ بله. بفرمایید. تقدیم به شما. ارادتمند. قربان شما. خیلی متشکرم. آقای دکتر ما آرزومون در این برنامه اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن و بیشتر کتاب بخونن. به امید خدا ان شاء الله. من مطمئنم که با این نگاهی که شما در این برنامه ایجاد کردید برای مردم، قطعاً این زمینه ایجاد خواهد شد. قربان شما. من فقط توضیح بگم خدمتتون که ما تمام این سردیس‌ها رو قبلاً ضد عفونی کردیم. اگر من دستم منم دستم تمیزه بگیر. حالا ملوز شما بعداً دوباره یه دستی هم بشورین که ما خیالمون راحت هم باشه. تشکر. خیلی خیلی متشکرم. ارادتمند. شما یه شعری فرمودین به من. بله خواهش می‌کنم. گفتین که دوست دارین شعر رو بخونین، ما خراب‌ها گوشیم. خواهش می‌کنم. کسی بی خبر آمد، کسی بی خبر آمد، مرا دست خودم داد، کسی مثل خودم غم، کسی مثل خودم شاد، کسی مثل پرستو در اندیشه پرواز، کسی بسته و آزاد، اسیر قفسی باز، کسی خنده، کسی غم، کسی شادی و ماتم، کسی ساده، کسی صاف، کسی درهم و برهم، کسی پرز ترانه، کسی مثل خودم لال، کسی سرخ و رسیده، کسی سبز و کسی کال، کسی مثل تو ای دوست، مرا یک شب رویاند، کسی مرثیه آورد، برای دل من خواند، من از خواب پریدم، شدم یک غزل زرد و یک شاعر غمگین، مرا زمزمه می کرد، مرا زمزمه می کرد. بسیار عالی. من فقط یه عکس هم با شما با رعایت فاصله بگیرم که برای ما بمونه این عکس و از دیدنش لذت ببریم. سعی میکنم این فاصله رو هم رعایت کنم. 3-2-1
از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی نهایت ممنونم. خیلی خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار شما. تشکر. شب نهم. اشتیاق آفتاب است که در کوچکترین روزن، در تاریکترین خاک ها و خانه ها و آوارها نفوذ می کند و امید یافتن روشنایی بی مرز را در دل به ایمانی بدل می کند که پیامبری به کتابش دارد. تنها کسی به سمت نور می رود که قادر به پذیرفتن تاریکی خیش باشد. شمع در اولین مواجهه با آتش روشن نمی کند، روشن می شود و این اولین بوسه نور است که عشق از آن آغاز می شود. هیچ کس با شمع روشن نمی دود و حیرتا که صبر چه آزمون دشواری است. من آن شمعم در لحظه خاموشی و اشتیاق بوسه نخستین را دارم و از رنج‌های بزرگ می هراسم، از اینکه شعله خرد را به یک دم خاموش کنم. می دانم چه آوارگی بی پایانی است از نور به سمت تاریکی دوباره رفتن. من به کلمات باور دارم، به کلمات آن کتاب. من به قندیل بلورینی که شعله‌ام را در بر می‌گیرد ایمان دارم. خانم مصطفی زاده سلام. سلام. ارادت مندم. حال شما خوب هست؟ خوبی من هم دارم. در این برنامه قرار از چی صحبت کنیم؟ همچنان در قرنطینه ایم، در نتیجه همچنان می‌خوایم درباره این شرایط حرف بزنیم. توی از موقعی که قرنطینه شروع شده، یعنی از مثلا اواسط اسفند که دیگه آدم فهمیدن واقعا توی این شرایط قرار تو خونه بمونن، به شکل جدی فروش کتاب افزایش داشت، کتاب کودک به خصوص. فروشگاه های کتاب کودک و ناشران کتاب کودک ارسال کتاب داشتن به خونه ها و خیلی ها از این طریق کتاب خریدن. کتاب هم میدونین که وقتی بخریم باید چی کارش کنیم؟ بهترین کارش اینه که چند روز بذاریمش کنار. ما دو روز و دو ساعت، ما تا 4-5 روز هم میذاریم که مطمئن شیم. آقای دکتر احسان رضایی گفتن که مقاله علمی خوندن در دو نشریه خیلی خیلی معتبر 50 ساعت برای کتاب و کاغذ کافیه. بسیار عالی. دو روز و دو ساعت. البته که برای بچه ها خیلی سخته، یعنی دو روز هیچی، اون دو ساعت روش هم اذیتشون میکنه. همین جوری یک من میخوان، برای همین باید به بچه ها نگیم که کتابو خریدیم. ما خیلی چیزا رو امتحان کردیم، ما در اطرافی مثلا تو ماکروفر گذاشتن، تو فر گذاشتن کتابو. آره، ولی خب نمیشه، یه وقتایی میسوزه، زیاد هم این اتفاق رخ داد. همون بهترین راهش اینه که آتیش گرفت. آره، ورقه هاش از توشون میکنه قهوه‌ای شدن. اگه رطوبت داشته باشه این اتفاق براش میفته دیگه. همون بهترین راهش اینه که بذاریم کنار یه چند روز، دو روز و دو ساعت مثلا، و بعد استفاده بکنیم. حالا یه مشکل جدید پیش میاد. چقدر مگه میتونیم کتاب بخریم؟ دو ساعتش که شوخی کردم، ولی بعد دیگه مثلا دو روز و نیم دیگه بذارن خوبه. آره، ما 3-4 روز میذاریم کنار، 5 روز میذاریم کنار و بعد استفاده میکنیم. بعد از 5 روز قبل از اینکه آذوقه غذامون تموم بشه، آذوقه کتابمون تموم بشه، کتابای قبلی خریده باشیم. یه مشکل این بود که میگفتن خب آقا کتاب کودک گرونه، که خب راست میگن. دلیلش هم اینه که هزینه تولید کتاب کودک گرون بیشتره
کتابای دیگه فقط متنن، سیاه‌سفیدن، روی کاغذ کاهی میشه چاپ بشن. کتاب کودک اکثرا روی کاغذای با وزن بالا، کاغذ گلاسه، کاغذ مرغوب چاپ میشن برای اینکه بچه‌ها تصویرها رو خوب ببینن، رنگی‌ان و به همه این دلایل واقعا هزینه تولید کتاب کودک بالاست. بنابراین طبیعیه که قیمت تمام شدهش هم بالا باشه. حالا چیکار کنیم که نمیتونیم مثلا این همه بچه‌ام هی تون تون داره کتاب میخونه؟ چیکار بکنیم؟ من پیشنهادم اینه که با کتاب‌هایی آشنا بشیم که میتونیم باهاشون یه سری فعالیت طراحی بکنیم. یعنی بجز اینکه این کتاب رو میخونیم، باهاشون یه سری سرگرمی، یه سری راه‌هایی برای اینکه اوقات فراغت بچه پر بکنه پیدا بکنیم. با همین یه کتابی که خریدیم بیش از اندازه یه کتاب سرگرم بشیم. چند تاشو تونستم تهیه بکنم و بیارم، اونایی هم که نتونستم رو اسمشون رو میگم. یکی از کتاب خیلی خوب اصلا درباره کتاب و کتابخونی، این کتاب موش کتابخانه است. بله، موش کتابخانه مال نشر آفرینگان هم هست و با ترجمه خیلی خوبی هم منتشر شده از خانم نجف خانی. لطفاً اسم نویسنده رو بفرمایید. دانیل کرک فکر میکنم. بله. یا کرک، مطمئن نیستم. کرک. این داستانی موشیه که اتفاقی توی کتابخونه پیداش میشه و کم کم از خوندن کتابها به جایی میرسه که بیا کتاب بنویسیم. بعد شروع میکنه کتابای خودشو مینویسه، میذاره لای کتابای دیگهی که تو کتابخونه هست. بعد میشینه یه گوشهی، خب موشه و کوچولوه و دیده نمیشه، نگاه میکنه ببینه بچه ها کتابای اینو میخونن. بچه ها میان کتاباشو پیدا میکنن از اون لاها، خب کتابایی روی کاغذهای عادیه دیگه، مثل کتابچه است، برمیدارن میخونن و چقدر خوششون میاد. بعد میگن این کتاب از کجا اومده تو کتابخونه، تا اینکه متوجه میشن که این کار اون موشه است. و بعد در پایان داستان به این نتیجه میرسن که ای پس منم میتونم کتاب بنویسم. میدونی من یاد چی میندازه؟ اون کارتون رتاتویو دیدین؟ بله. که یه جمله معروفی داره، اون سر آشپزه میگه که همه میتونن آشپزی بکنن، آشپز باشن. این همونه تو ورژن کتاب نوشتنش، همه میتونن کتاب بنویسن حتی اگه یه موش باشه. خیلی خوبه که به بچه ها این کتابو بدیم که بخونن و بعد بگیم که حالا بیا ما قصه های خودمون رو بنویسیم. آها. بیا کتاب تولید کنیم. کتابایی که این موشه می‌نویسه کم کم تصویرگریشون می‌کنه، رنگیشون می‌کنه، هی کتاباشو داره از نظر کیفیت هم ارتقا میده. این کارو واقعا ما بچه‌هامون بکنیم. بیا قصه هامون رو بنویسیم، تخیل بکنیم حالا چجوری داستان بنویسیم. بعد بریم، حالا دیگه این یه میدونیه که جلوی ما بازه و میتونیم به هر جاش سرک بکشیم. تصویرگری چطوریه؟ اگه بخوایم یه نرم افزار تصویرگری یاد بگیریم چی؟ بیا تایپ کنیم توی مثلا نرم افزار ورد، با این نرم افزار آشنا بشیم. بیا کتابمون رو به شکل مثلا با پاورپوینت نمایش بدیم. بیا مثلا بریم انواع روش‌های قصه نویسی رو یاد بگیریم. اگر بچه وارد این حوزه بشه، بسته به علاقش به هر وجهی میتونه شروع بکنه و توانایی‌های جدیدی توی خودش کشف بکنه. یه عالمه راه جدید پیش پای ما میذاره برای ممکنه استعداد نویسندگی داره. بله بله، استعداد نویسندگی، تصویرگری، استعداد حتی مثلا ما بهش میگیم صفحه آرایی دیگه، کاری که مدیر هنری میکنه. یه موقع میبینیم بچه اینقدر قشنگ میچینه اینا رو و یک استعداد جدیدی توش پیدا میشه. دوره که من کوچیک بودم خب هیچ کدوم این کارا نبود، اینطوری که شما گفتین، فقط میشد نوشت. بله. چون در واقع کامپیوتری وجود نداشت. ولی من دوتا از کتابای بچگی افتادم، اجازه میدین بگم؟ یکی کتابی بود که اونم قهرمانش یه موش بود به اسم استوارت لیتل. بله. شما چرا گفتین؟ کارتون شد اینا، فیلمشو. آها آها. لیتل رو به این دلیل کوچک معنی نکرده بودن که اسمش بود، استوارت لیتل. فامیلشون، فامیل خانوادهشون. و داستان یه خانواده بود که بچه آخرشون موش به دنیا اومده بود و یه دفعه حالا این بچه‌ای که متفاوت با سایر بچه‌ها بود، زندگی متفاوتی درون ساختار خانواده‌ای که زندگی بله. همیشگی رو داشتم. خیلی جذاب بود اون کتاب. چه جالب، من نمیدونستم که بر اساس یک کتابی نوشته. آره، من اصلا حالا فیلمش رو ندیدم، کتابش رو خوندم. و یکی دیگه یه نویسنده‌ای بود که خیلی اون موقع من دوست داشتم، اتفاقا مال سنین پایین دبستانم هست، یه آقایی بود به اسم واو سوتیف. بله،
هنوزم کتاباش هست در بازار. خیلی هم کتابای خوبیه. یه مجموعه کتاب که هم مینوشت و هم خودش نقاشی میکرد. بله. و اول کتاب توضیح داده بود که سوتیف با دست راستش مینویسه و همزمان با دست چپش تصویرای اون قصه ها رو میتونه دو دست همزمان کار کنه. یعنی یک توانایی خاصی هم داشت که باعث شده بود من یه موقعی اینو تمرین کنم که آیا میتونم هم بنویسم هم نقاشی کنم. فکر میکنین حاصلش چی شد؟ چی شد؟ من میتونستم بنویسم هم نقاشی کنم. ولی خب اینو فهمیدم و ساعت‌های زیادی ازم وقت گرفت. اسمش فکر کنم ولادیمیره. که واو گذاشتن. بله فکر کنم تا جایی که مثلا یکی از کتابا شدم اسمش این بود که دکتر آی درد میکند که داستان یه سری مریضی بود حیوانات جنگل که میرفتن میشه دکتری. یه مجموعه فکر کنم 10 جلدیه کتاب مربعی کوچیکه. من الان ناشرش یادم نمیاد ولی خیلی کتابای خوبیه. برای پیش از دبستان اصلا محتوای خیلی خوبی هم داره. ما کتابخونه خونمون هم داریم ولی میگم الان ناشرش یادم نمیاد. اینم قبلا اون موقع انتشارات گوتنبرگ پروگرس چاپ میکرد بعد میمد ایران گوتنبرگ در واقع نمایندهش دیگه. الان که الان نمیدونم مال چه نشریه ولی همچنان کتاب‌های جذابیه. فکر میکنم پرفروش هم هست. یه کتاب دیگه که من خیلی دوستش دارم کتاب تألیفیه، کتاب جنگل برای همه. یه ایده جذابی داره، مال نشر فاطمیه و داستان و تصویرش کار خانم نازنین عباسیه. یه کار جالبی کردن، هماهنگ کردن با یک نفر که اوریگامی رو خوب بلد بوده، آقای علیرضا علایالدینی، و کل تصاویر این کتاب، این حیوانایی که توی کتاب هستن به شیوه اوریگامی ساخته شده. مثلا حیوانها رو هر کدوم رو ساختن و توی تصویرگری کتاب استفاده کردن. داستانش هم داستان محیط زیستی خیلی جذابیه. داستان اینه که نویسندش نفرمودیم، داستان و تصویرش هر دو مال نازنین عباسیه. ایدش این بوده که یه حیوان توی جنگل دارن زندگیشون رو میکنن، یه آدمی پیدا میشه میاد و شروع میکنه درختای حاشیه رودخونه رو قطع میکنه، برای خودش خونه میسازه. قطع کردن این درخت‌ها منجر به این میشه که وقتی که رودخونه طغیان میکنه و آبش زیاد میشه سیل بشه و بیاد توی جنگل و اول از همه خونه همون کسی که درخت‌ها رو قطع کرده بود و از بین ببره و در نهایت به این نتیجه میرسه خود اون آدمه که برای اینکه هم خودش هم جنگل حفظ بشه باید درختاشو حفظ بکنه و شروع میکنه به نهال کاشتن. داستان فوق‌العاده یه تصویرگری، یه تکنیک خیلی جالب و جذاب داره و با مزه‌اش اینه که پایان کتاب اومده گفته که بیا ما هم با هم بسازیم، بیا اوریگامی بسازیم. و شروع کرده. حالا این دوتاشو مثلا یه پرنده و یه روباهشو یاد داده. حالا دیدم ذوق و شوقش هم برای اوریگامی بله. ساختن بیشتر وقتی شده. میبینی که با همین مثلا فرض کنید همین کتاب، این کتاب تصویری هم هست، یعنی اصلا متن نداره، همش تصویره. فرض کنید که بچه اینو ببینه و میتونه با ببینه که با اوریگامی ها، با چیزایی که میتونه با اوریگامی بسازه، میتونه یه داستان ایجاد بکنه. اوریگامی رو برای کسایی که شاید ندونن اوریگامی چیه میشه توضیح بدیم؟ اوریگامی فکر میکنم که معنای لغویش هنر کاغذ و تائه. یعنی ما بدون استفاده از، بدون برش، بدون چسب، با داشتن یه کاغذ یه شکلی، یه حجمی میسازیم که اون حجم حالا مثلا همون موشکایی که درست میکردیم بله. یه جور اوریگامی. بله. موشک اوریگامی فرفرا هستن. بله. بچه بله. بود که اینجوری باز بسته بله. میشه بله. چی میگفتمش؟ قندون؟ نمکدون؟ اونا هم اوریگامی هست. اینا حیوانهای مختلف رو ساخته و اگر مثلا توی اینترنت سرچ بکنن اوریگامی به اضافه خرس، اوریگامی به اضافه سنجاب، هر چیزی رو سرچ بکنن قشنگ گام به گام این که چجوری اینو بسازیم، کجاشو تا کنیم، حالا کجا چی کارش بکنیم، یه سری فرمول مشخص هم داره. مثلا خط چین یعنی تا کن، نقطه چین یعنی اینجوری کن. اینا هم معمولا راهنماهاش هست، کتاباش هم هست. یعنی الان بسته های اوریگامی وجود داره که خودش هم راهنماهاشو داره، هم کاغذاشو داره، مثلا اوریگامی حیوانات. من یادم سالها پیش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاباشو داشت با بسته های کاغذ در قطع مختلف و رنگ های مختلف. یعنی شما مثلا کاغذی که می‌خریدین مربع داشت، مستطیل داشت، کوچیک بزرگ بله. داشت و در رنگ های مختلف. مثلا میتونستین مثل این از کاغذ قرمز استفاده کنید یا آبی یا زرد. ما هم داشتیم بچگی بله. کتاب جعبه ها داشت. بله نمیدونم الان هم کانون داره الان یا نه. هم کانون همون ها رو داره، هم نشر های دیگه اینجور چیزا رو منتشر کردن دارن. خیلی هم متنوع و جذاب. به اضافه اینکه میگم اصلا در اینترنت میتونن سرچ بکنن و خیلی هاشو پیدا بکنن با هم کاغذایی که تو خونه دارن.
این کتاب این فایده رو داره که میتونه هم بچه وارد نمایش دادن این محتوا بشه، هم میتونه شروع کنه ساختن اونها. و اصلا چون اوریگامی از اون چیزاست که به خصوص برای بچه‌هایی که تمرکز پایینی دارن، چون باید یه مدت زیادی روش کار بکنن، تمرکز بچه رو هم خیلی بالا میبره. پس منم باید برم کار کنم، منم تمرکز ندارم. خیلی چیزا مفیدیه. یه کتاب خیلی قشنگ دیگه هم میخوام معرفی بکنم به اسم قوطی کبریت خاطرات. اینو نشر پرتغال منتشر کرده، از پل فلایشمن که نویسندشه و باگرام ایباتولین که تصویرگرشه، و تصویرگری این کتاب واقعا قویه. ترجمهش هم مال آزاده کامیاره و ترجمه خوبی داره. تصویرگری این کتاب خیلی خاصه، خیلی زیباست. صفحه ها میبینید چقدر قدیمیه، یه مدل انگار که داریم یه تصویری از قدیم رو میبینیم، چون قرار کامل نقاشی، خیلی جزئیات جذاب، چون قرار راجب خاطرات بخونیم. خاطرات یه بابا بزرگ. یه دختری میره توی اتاق پدر بزرگش و میبینه که پدر بزرگش یه جعبه داره پر قوطی کبریتای جور و جور قدیمی، و از بابا بزرگش میپرسه که اینا چی هن، و میگه هر کدومو میخوای بردار باز کن، من به تو خاطرشو میگم. یکیشو باز میکنه میبینه توش یه هسته زیتونه، یکی دیگر رو باز میکنه توش یه که زغاله، یکی دیگه توش یه دونه مثلا فلس ماهیه. و بعد پدر بزرگ با همین خاطره های کوچولو قصه میگه، براش میگه اینا هر کدوم یه قصه دارن. ماجرای این که خانواده پدر بزرگش وقتی پدر بزرگش بچه بوده از ایتالیا مهاجرت میکنن به قاره جدید آمریکا، و اینکه توی این داستان مهاجرت چه اتفاقایی میفته، همشون با همین قوطی که مثلا یکیش خالیه، میگه این چیه که خالیه، میگه این توش یه آب نبات بود، فرداش خوردمش، نتونستم نگهش دارم، خوردمش. و بعد حالا این قصه، این که این آب نبات رو کی بهش، خواهرش چرا بهش داده بوده. کتاب فوق‌العاده جذابه، یعنی همینجوری بدون هیچ فعالیت خاصی هم جذابه. تصویرگریش خیلی خوبه برای اینکه بچه‌هامون یه سبک جدیدی از تصویرگری رو ببینن. و اینکه من به بچه بگم که بیا یه ایده‌ای پیدا کنیم برای حفظ خاطره هامون، مثلا یه صندوقچه داشته باشیم یه چیزایی بذاریم توش، یه قوطی کبریت داشته باشیم که هر چیز با مزه‌ای پیدا کنیم، یه مثلا شیشه مربا پیدا بکنیم. این که شروع کنیم به جمع کردن خاطرات، ثبت کردنشون به یه شیوه جدید، حالا دفتر یادداشت روزانه یه چیزه، ما بیا یه شیوه جدید پیدا بکنیم. چقدر این ثبت ها رو آدم از کنارش راحت میگذره، ولی مهمه، خیلی مهمه، و مهارت خوبیه به بچه ها یاد دادنش. اینا از اون چیزاست که حالا بجز این که سالهای بعد برامون خاطرات جذابی رو میسازه، این که بچه مستندسازی رو یاد بگیره، نفکر کنیم فقط یه مهارت مثلا خاطره اندوزیه، بعدن یاد میگیره که توی مثلا مراحل پیشرفت کاریش رو، اینکه من مثلا درس میخوام بخونم، شروع کنم برنامه ریزی برنامه درسی بکنم، زمان بندی، در واقع هدف مندی. بله. یه مهارتیه که بله، خیلی جاها به دردش میخوره، و اگه از الان شروع کنیم بهش یاد دادن واقعا براش مفیده. از الان به درد من هم فکر میکنیم همیشه مفیده برای سال. خیلی متشکرم. من یه کتابم، یه اسمم میخوام بگم فقط بفرد. چون کتابهاشو نتونستم تهیه بکنم. الان خیلی برای بچه‌هاشون کتاب فعالیت می‌خرن، از این کتابی که مثلا میگه اینجا رو ببر، اونجا رو نقاشی کن، اینجا رو مثلا رنگ کن، اینا از این کتابا زیاده. واقعا هم بچه‌ها رو سرگرم می‌کنه، ولی خیلی موقتاً. مثلا قراره که یه چیزی رو تا کنه، اینجا بچسبونه و این صفحه تموم میشه. یه کتابایی هست که همین فعالیت‌ها رو خیلی خلاقانه‌تر تولید کرده. یه آقایی هست به اسم تاروگومی، چند تا کتاب ازش در ایران وجود داره، ترجمه شده. مثلا یه کتاب خط خطی داره، یه کتاب طراحی و رنگامیزی خلاق داره که اینو میدونم مال نشر حوزه نقره است، یه کتاب بازی‌های فکریش هم اخیراً نردبان منتشر کرده. تاروگومی اومده همون نقاشی که ما ایده داشتیم، مثلا به بچه بگیم اینجا نقاشی کن، خیلی از کتاب اینجوری که مثلا اینجا یه آدم بکش، اینجا یه دختر بکش، این ایده‌هاش برای نقاشی کشیدن، خط کشیدن، خط خطی کردن خیلی خلاقانه و جذاب و متفاوته. من فکر میکنم اگر قراره برای بچه هام کتاب فعالیت تهیه بکنیم، یکم به این فکر کنیم که بچه رو فقط این که حالا بخواد یه الگویی رو تکرار بکنه تبدیلش نکنیم، بهش اجازه بدیم که یکم هم خلاقیتش رو استفاده بکنه. خیلی خیلی متشکرم، بسیار ممنونم. ممنون از شما که برنامه رو دیدید. تا جایی که میشه لطفاً بیرون نرید، تا جایی که میشه فاصله رو حفظ بکنید،
و اگر فرصت دارید خوندن کتاب هم جزو برنامه‌هاتون بذارید. خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هر شب گوشه‌ای با کتابت کز می‌کنیم، آیه ها را خط به خط می‌خوانیم، جزوها را صفحه به صفحه پیش می‌رویم به دنبال حاشیه امنت، در جستجوی آغوش گرمت. ما به فوز المبین طمع داریم، به ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون حریصیم، دست هامان را دراز می کنیم و نمی رسیم. سکندری می خوریم، آیات عذاب را می خوانیم تا برسیم به الا، الا من تابم و اصلح. ناشیانه پشت سر ابراهیم علیه السلام تکرار می کنیم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حنیفا را جور دیگری مزه مزه می کنیم. به اولئک لهم الامن و هم مهتدون چشم می دوزیم. تو ما را خوب بلدی، می دانی چقدر تنهایی، ترس هامان را می شناسی. چیزی گذاشتی در وجودمان، اسمش را گذاشتی قلب، خودت شدی مقلب القلوب. تو لرزش ما را می بینی، تردید هامان را می دانی. به چرخان سمت خودت، بگردان، منقلب کن.